دیگه‌ای که هست میخواستم راجبش صحبت کنم و بسیار وحشتناکه، در ارتباط با خوردن خون در دین یهودیت و به ویژه صهیونیست هاست که امروز چون صهیونیسم جهانی هم احتمال کنم بانو کتی تو این حوزه خیلی صحبت های بیشتری داشته باشن، خیلی اطلاعات گسترده ای تا جایی که میدونم دارن تو این حوزه کار میکنن، که حتی الان این صهیونیسم جهانی که رئیس جمهورهای آمریکا رو انتخاب میکنن از طریق ایپک، صحبت این هستش که آقا جان اینا اعتقاد دارن که یک کودکی رو باید بکشن و خونش رو بخورن. در طول تاریخ هم این اتفاق افتاده، اما موضوع صحبت من امشب این نیست. موضوع صحبت من یک مدل دیگه از خونخوری یا خونخاری در جریان صهیونیستی است که واقعا داره اتفاق میفته و اسنادش وجود داره، خونخاری ختنه. یعنی برخی از خاخام‌ها و جریانات راست افراطی صهیونیستی اعتقاد دارن بچه‌ای که ختنه می‌کنه، این ختنه کردن هم بگم به دوستان مسلمان، این سنت پیغمبر و این حرفا نیست، این تحفه ایست که از زمان یهودیت اون ابتدا اومد، حتی اونا هم از یکی دو تا قوم عقب افتاده تر گرفتن این قضیه رو، قبایل وحشی این قضیه رو گرفتن و این میان الان مردای ما رو همه رو ناقص میکنن تا ما به دنیا میایم ناقصمون میکنن. بعضیا فکر نکنن این حکم الهیه حالا فلان اینا، نه این حکم الهیمه در حقیقت، چون الله که میشه اون خدای اسلام و الهیم پدر تمام این خداهای ابراهیمی است، الهیم خدای یهودیت میشه که اصلا قبل از این داستان یهوه اینا، یهوه خودش از الهیم میاد. اینا داستانهای بسیار پیچیده مذهبی است که من فکر میکنم پیشنهاد میکنم در این حوزه کتاب تولدی دیگر استاد شجاع‌الدین شفا واقعا کتاب قویه در این حوزه، و کتابهای استاد مسعود انصاری بزرگ مردی که واقعا ما رو ترک کردن و خیلی کارهای ارزنده‌ای کردن. من وقتی میگم مسعود انصاری خیلی برنامه‌هایشون به ذهنشون میاد و خیلی جالب بدونید که عموم نویسنده‌های چیره دست در گفتار اونقدر قوی نیستن. الان شما مثلا برید قلم آقای هوشنگ معین‌زاده یا استاد انصاری رو که نگاه کنید با اون نوع حرف زدنشون خیلی زمین تا آسمون فرق داره. شما باید استاد مسعود انصاری از طریق کتاباش بشناسید نه از طریق برنامه‌هاشون، چون اصلا با دو شخصیت متفاوت برمیخورید. حتما کتابای استاد انصاری هم بخونید در این حوزه، واقعا کمک میکنه از اینکه ما از این منجلاب ابراهیمیت نجات پیدا کنیم و برگردیم به آغوش فلسفه آریایی. و هر روی در باورهای این جریان صهیونیستی بچه‌ای که ختنه میکنن در روز هشتم بهش میگن پیمان خون. بچه‌ای که در روز هشتم تولدش ختنه میشه، یک خاخام یهودی میاد و خون ختنه رو، یعنی سرش رو میبره به سمت آلت بچه و خون آلت بچه رو که اومده خیلی شدیداً مینوشه با میکس زدن خیلی وحشتناکی که گزارش ها هست که چند کودک، چون کودک های 8 روزن و خیلی 8 روز آخه جونی نداره، اینا چنان اون خون رو میمیکن از آلت این بچه ها که چند بچه در اسرائیل تا الان کشته شدن از این قضیه، و عکسای دلخراشی هم از این قضیه هست. حالا در موردش بیشتر میخوام باهاتون صحبت کنم. این یکی دیگه از خونخوری هست که میبینید که خاخام داره این کارو میکنه و واقعا خیلی وحشتناکه. و یه عکس دیگه هم هست، بله این حالا عکسای اینجا باشه تا توضیحات بیشتری بهتون بدم. اینجا من مسائل رو نمیشن. تلمود که یکی از کتابهای یهودیاس خیلی بهش اعتقاد دارن و جریان تندروی صهیونیست یا صهیونیست که مکتبشونه، کسی هم که صهیونیست ما قبول داره میشه صهیونیست دیگه، ته میخون خدا آخرش. اینا اعتقاد دارن که تو تلمودشون نوشته که آقا دو تا خون، خون مقدسه، یکی خون عید فصح و یکی خون ختنه، که این خون ختنه رو اینا مقدس میدونن تو کتاب تلمود، اینا وجود داره. آقا اینه اون بخش روشنگری که میخوان این مسائل رو ماسمالی کنن نمیتونن این کارا رو ماسمالی کنن، چون پرونده های زیادی هم در این حوزه هست. یعنی برید نگاه کنید حتی در آمریکا که حالا بهتون توضیح خواهم داد، و یکی از داستان های مربوط که البته این بحث خونخوری نیست، یه بار تو یه کودکی تو روسیه سال اینجا یادداشت کردن 1911 اتفاق میفته، یه کودک و خاخام های یهودی در روسیه میکشن و این کودک روسی رو خونش رو میخورن، بعدم جنازش رو از بین میبرن، و اون زمان که تو روسیه تزارین اتفاق میفته، شکایت میکنن از این خاخام، نام این خاخام هم حتی نوشتن به نام خاخام منخال مندل بلیس، از این فرد شکایت میکنن و دادگاهیش میکنن، اما خاخام های جهان خیلی از این فرد حمایت میکنن. اون موقع در سال 1911 به پول امروز اومدن مقایسه کردن، 150 میلیون دلار
هزینه میکنن برای این خاخامی که کودکی رو کشتن و خونش رو خوردن و بهش میگن پیمان خون، این خاخامو نجات میدن. من از روی این اتفاقا میخوام یک برنامه بسازم. چرا میخوام برنامه بسازم؟ نه بابت این ماجرای کوتاهی که تعریف کردم، یه بچه روسی رو کشتن، یه خاخامی به نام بیلیس اومد خون اینو خورد و دادگاهیش کردن و خاخامهای جهان هم 150 میلیون دلار به پول امروز البته جمع‌آوری میکنن و این خاخامو نجات میدن. نه، به خاطر اینکه بعد از اینکه روسیه تزاری سقوط میکنه و ما با شوروی مارکسیستی روبرو میشیم، دادستان این دادگاه که این خاخامو محاکمه کرده بود و حرفای تندی رو علیه این صهیونیست زده بود، یعنی میگم صهیونیست باید با یهودیت جدا، چون الان خیلی خاخامهایی داریم که مخالف این کارام هستن، اینم بگم از دل یهودیت یک جریان راست افراطی است به نام صهیونیست که این خونخوریو میکنه، وگرنه بخشی از خاخامهای دیگه اصلا مخالف کلیت این بحث هستن، اینم باید آدم اینجا بگه، آدم حق با همیشه بگه. اون دادستان در شوروی مارکسیستی به خاطر محاکمه اون خاخامی که کودکی رو کشته بودن، خونش رو خورده بودن، در دادگاه روسیه تزاری که این فرد رو محاکمه کرده بود، این دادستان در شوروی مارکسیستی دستگیر میشه، بازداشت میشه و اعدام میشه. و همون موقع بخشی از خاخامهایی که در این داستان ها نقش داشتن و پول جمع کرده بودن برای خاخام خاطی جشن میگیرن. و اینجا برای من یک پرسشه که پیش میاد، آیا رابطه‌ای بین شوروی مارکسیستی و اون صهیونیسم جهانی بوده؟ آیا اصلا شوروی مارکسیستی پشتش و حامیانش خاخامهای صهیونیستی بودن؟ اینو نمیدونم، اینو باید روش بررسی کرد، ولی من از این داستان جزئیات بیشترش رو در خواهم آورد و یک برنامه رو با هم خواهیم داشت که چرا باید این دادستان اعدام بشه در شوروی مارکسیستی. اما نکته جالبی که دیگه آقا این اثبات میکنه خونخوری در بحث ختنه حداقل، یعنی عکسی که الان دارید کنار من میبینید فتوشاپ نیست، مثل این عقب افتادهای ترول مجازی عموما رضا طلب و ما همه چیز واقعیشو میذاریم، مسئله در نیویورک سیتی اتفاق افتاد. آقای میشل بومرگ، بذار من بهتون نشون بدم عکسشو، شهردار نیویورک، ایشون شهردار نیویورک و همین چند سال پیش خاخامهای شهر نیویورک اومدن که این بحث ختنه و خونخوری رو انجام بدن و این آقای میشل اومد سر صدا کرد و گفت آقا نکنید، تو رو خدا چندین بچه اینجوری تو الان تو اسرائیل کشته شدن، تو شهر من که شهردارش هستم حق چنین کارهایی ندارید. و ایشون اعتراض کرد و همون موقع خاخامهای شهر نیویورک که انقدر گردن کلفتن ایشون رو تهدید کردن، گفتن ازت شکایت میکنیم چون میخوای جلوی مراسم مذهبی ما رو بگیری، پدر حساب بچت هم در میاریم، میشینی سر جات، وگرنه دورای دیگه نمیذاریم تو اصلا بخوای بیای نماینده بشی، وارد کنگره بشی یا شهردار نیویورک بمونی. به هر حال اینو دهنشو بستن و نذاشتن بیشتر کارو ببره جلو. ولی ایشون تو یک مقطعی جلوی ختنه کردن کودکان و خونخوری اینا رو تو شهر نیویورک گرفته. بعد بدونید که خیلی جالبه که در کشورهای اروپایی خوشبختانه بازم جای سپاسگزاریش باقی است، اجازه ختنه نمیدن، نمیذارن کودکان رو آدم ناقص بکنه، چون اینجا یهودی ها و مسلمان ها میزنن پدر کودکانشون رو در میارن ناقص میکنن. در اروپا این کار غیر قانونی است، حداقل خوشبختانه در سوئد این کار غیر قانونی است. و شما نگاه کنید این بخش صهیونیست چقدر گردن کلفته که اینا میان در نیویورک این کارو میکنن، در حالی که این کار تو اروپا غیر قانونی است. نه تنها این کارو میکنن، شهردار شهرم میان تهدید میکنن. خیلی حرفه. من اینا رو میخوام بگم چون باید واقعا یه سری چیزا باز بشه. برخی از دوستان مذهبی ما زیاد اصرار نکنن رو مناسکشون، چون اینا همشون ریشه یهودی داره و واقعا هم افتخاری نداره و صهیونیست ها از شماها رگ گردنشون تو خیلی از موارد مذهبی که با هم مشترک هستید کلفتر میشه. اینا ارتجاعه. آخه یه کودکی رو بیاد ختنه کنه، حالا برید برای خودتون 100 تا روایت در بیارید که آقا جان، چه حالا اون دوستان اسرائیلی چه این دوستان مذهبی عزیز ما این طرفی، برید حالا 1000 تا روایت در بیارید که علمی این کار درسته فلانه. نه قربونتون برم، اینا هیچ کدوم واقعا بچه مردم رو ناقص میکنید درست نیست. در حال این بخش برنامه رو میبندم، ولی به شما قول میدم در مورد خونخوری در ادیان ابراهیمی بیشتر کار کنم، برنامه‌ای حرفه‌ای‌تر بسازم که امروز صهیونیسم جهانی دارن این کارو میکنن. گزارش های زیادی الان در اروپا و آمریکا داره بیرون میاد، کودکانی ناپدید شدن یا
اصلا کودکانی رو میخرن از خانواده های فقیر و در مراسم های عجیب و غریب مذهبی بین سیاست مداره بزرگ، چون میخوان قدرت سیاسیشون ابدی باشه، خون این بچه ها رو میخورن. حتی در یکی از گزارش هایی که برخی از روشنگران آمریکایی که این روزها از طریق همین کاری که ما داریم میکنیم، از طریق برنامه های یوتیوبی و اینا، دارن واقعا میترکنن، واقعا دارن افشاگری های بی نظیری انجام میدن. گزارش دادن که حتی خانم هیلاری کلینتون هم در این مراسم شرکت کرده بود. که میگم در این حوزه بانو کتی میدونم که اطلاعات خیلی گسترده‌ای داره، واقعا اطلاعات گسترده‌ای داره، باهاشون صحبت کردم چند بار، واقعا در این حوزه میتونن، حالا در آینده امیدوارم بتونم باهاشون یک برنامه چیزی داشته باشیم در این حوزه اطلاعات جمع‌آوری کنن. خیلی مسائل پیچیده و عجیب غریبیه و واقعا آدم میمونه که جهان داره به کدوم سمت میره. و الان گزارشی رو خوندم که اصلا برخی از اینا خانواده‌هایی رو بهشون پول میدن بچه دار بشن برای همین کار، یعنی از قبلش یه سری وردا میخونن، اینا میخونن که این بچه به دنیا میاد تو این خانواده برای همین کار باشه که این بچه رو تو مراسم‌های عجیب و غریب مذهبی خودشون بکشن و خونش رو بخورن. اینا مسئله که واقعا آدم حالش بد میشه. حالا من چند تا عکس دیگه دارم بهتون نشون بدم که اینو نشون دادم. آها این خیلی جالبه، اسرائیل به فارسی اینو اومده، حالا بعد مثل که پاک کرد تو توییترش، خیلی جالبه، نگاه کنید چی میگه. اسرائیل به فارسی میگه که با نوشیدن خون پسر بچه تازه ختنه شده و تبرک نمودن این نوزاد صلح را به او و به تمام مردم جهان هدیه میکنیم. این آقا، این اسرائیل به فارسی، اسرائیل به فارسی بیشرفی است که به عربی مینویسه خلیج العربی، بعد میاد شماها رو سر کار میذاره میگه خلیج فارس. یعنی عنادی است که اینا دارن، واقعا منافقن. این واژه منافق بدترین واژه است که میتونیم به اینا بگیم. واقعا حالا نمیدونم واژه پارسیش چی میگه. آها، دوروند، در زرتشتی میگن دوروندن. اینا واقعا دوروندان عجیب و غریبی هن، جانوران عجیبی هن. نوشته که صلح یگانه گوهر نایاب زمانه ماست. آقا شما یه بچه 8 روزه رو ختنه میکنی، گوشت تنش رو میکنید، پدرش رو در میاری، برای اون خاخان با اون ریشا و با اون هیکل و با اون دهن کثیفش کلش رو میکنه تو حالت بچه، ای میمی که بابا چند تا بچه کودک تو اون اسرائیل مرده. اینا آدم هن. ما نگران تمام مردم گیتی هستیم، حتی میخواد اسرائیلی یا یهودی باشه، دشمنی خونی که نداریم. اون بچه یهودی، ما مدافع اون بچه 8 روزه یهودی هستیم. چرا برای یه بچه 8 روزه بیگناه یهودی گیر شما صهیونیست‌ها بیفته که این کارو باش بکنید؟ این خراب شده اسرائیل رو نگاه کنید، بعدم میگن آی ما که شما پدر مردم خودتون و پدر یهودیای جهان رو در آوردید با این کاراتون. یهودیایی که به فکر نکنید همه یهودیا صهیونیست فلان خیلی مثلا عجیب غریب، نه، خیلی از اینا مردم عادی هم پدرشون در اومده. بعد نشه سال یگانه گوهر نایاب زمان ماست، برای اشاره سال و دوری از جنگ زده، جنگ زاده میشویم، به خاطر سال زندگی میکنیم و در آرزوی سال میمیریم. ما جهان را به سال دعوت میکنیم. چجوری؟ با خونخوری؟ شما اینجوری جهان را نگاه کنید دیگه، میگه ما جهان را به سال دعوت میکنیم. اینجوری شما به سال دعوت میکنید؟ با خونخوری که پدر مردم رو در بیارید، بچه ها رو ناقص بکنید، اینجوری شما میخواید صلح؟ واقعا صلحی که شما دارید میارید آدم رو واقعا شوک زده میکنه. کودک های مردم رو میکشید، اینجوری خوناشون رو میخورید که صلح میخواید بیارید؟ بعد وقتی ما میگیم رژیم بچه کش، همیشه هم بهتون گفتم این واژه ها واژه های پاپولیستی است، در مورد اسرائیل پاپولیستی نیست. وقتی میگیم این رژیم، رژیم بچه کشه، به بچه یهودی رحم نمیکنن، این کارو باش میکنن دیگه. شما ببینید با بچه های فلسطینی ها و بقیه چی کار میکنن. میگن کسی که با مادر خود زنا کرد با ناموس دیگران چه میکند. اینه الان اینا با بچه یهودی های خودشون، یه بچه 8 روزه ای که واقعا آدم اصلا بچه 8 روزه رو میبینه دلش میره. چطور تو میتونی گوشت تن این بچه رو بکنی بعدم که کلت رو بکنی اینجوری کنی؟ یعنی بابت این توحش ببینید اینا چند الان 2000 حداقل 2-3 هزار ساله تمام مردم کره زمین و نصف مردم کره زمین رو ناقص کردن با این کارا، حداقل نظر جسمی، عقلی هم که خیلی رو ناقص کردن. در هر حال این بخش برنامه رو می‌بندم، قول میدم در این حوزه بیشتر برنامه داشته باشیم. سپاسگزارتونم، ممنون.